درود بر روی ماهتون به چشمان هر رنگیتون. من آقا مزیار، امروز دکتر مشاور دست منو خیسه در خدمت شما هستم. ولی امروز من فقط دکتر و مشاور نیستم، آشپزم هستم. پس یعنی دکتر مشاور آشپز امروز در خدمتتونه. بچه‌ها من امروز میخوام برم بیرون، وقت ندارم بشینم. دیشب تخم مرغ، سیب زمینی، هویج، اوا مو، هویج و سینه مرغ و آب پس کردم. امروز میخوام سالاد الویه درست کنم براتون، یعنی برای خودم. و چون وقت نداشتم هم ویدیو بگیرم هم بعد بشینم این رو با هم درست کنم، تصمیم گرفتم که همزمان به وایساتون گوش کنم، مشاوره بهتون بدم، زندگیتون رو راحت کنم و برای خودم غذا درست کنم. و من رنده ندارم تو این خونه، بعد رنده بخرم نمیدونستم. امروز برای اولین بار تو زندگی میخوام سالاد الویه رو با چاقو درست کنم، چیز میزاشو خرد کنم به جز سیب زمینی، که سیب زمینی رو با لگد میرم توش لهش میکنم. البته آهای گوشکوبم یادم، گوشکوبم بیارم، وایساتون رو شروع کنم، غذا رو آماده کنم. آهای ادیتور صبر کن تا بیام. به به تازه شو سمش خیسه. خب هدفونم کو برم وصله. خب من قبل اینکه اینو شروع کنم اول سیب زمینی رو له کنم. بله پس اینو میذارم کنار. از به قرآن اگه دست بزنی شهیدت میکنم. برو بریم وایس اول. سلام به دکتر مهسر گل. سلام دکتر، من به شدت میام درمیگرا و احساسی هستم و چند وقت هلوش دو سال افسردم، لطفا یه راهکار بده، خیلی ممنون. بله شما به عنوان یه فرد همجنسگرا، ببخشید درونگرا به عنوان یه فرد درونگرا، شما اول باید درونتو تمیز کنی. شما فکرم درونت مشکل داره که احساس تنهایی میکنی، درونتو یکم درست تر کنی، نیتتو پاک تر کنی، احساس تنهایی در میاد. حالا شوخی به دور، واقعیت درون، واقعیت نزدیک. میتونی، میدونم سخته، ولی خودتو زور کنی، به زور یه سری کارها رو انجام بدی، به زور یه کوچولو وارد جامعه بشی، یکم باشگاه بری. آز مادر سگ، بیا بیرون بینم، نکن دیگه پدر سگ. یکم به خودت زور و اجبار بیاری که یه سری کارها رو انجام بده دیگه. مثلا چه من هم باشگاه رفتنم کمک میکنه یکم سوشال چی با مردم، با دو نفر صحبت کنی. ببخشید آقا وزنه چندام طوله، چقدر دیگه باید بزنید؟ مجموع میشی صحبتون شده میچند تو دوست پیدا کنی. و خب تنهایی هم یه موقعی خوبه، ولی زیادیش نه. و اینکه تو یه سوپر پاور میشه اگه بتونی با تنهاییت کنار بیای، همونطوری که من تونستم تا یه جایی کنار بیام. آز به قرآن اگه بریزی میکنم تو کونت. امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. اینطوری میشه بچه وایس بیت. درود به روی ماهت. درود به روی تکینه خانم. سوال من اینه که چرا پسرها بله. زیاد خوششون نمیاد یا نمیذارن که ما بزنیم تو کونشون یا حالا به کونشون دست بزنیم یا انگشتشون کنیم، ولی کونشون انگشتشون کنیم رو با دخترها انجام میدن، در حالی که چرا ما نمیتونیم بزنیم تو کونتون؟ بیا بزن تو کونم. ببین خب شاید شما خوشتون بیاد، ما خوشمون نمیاد. شما با اینکه وقتی میزنیم مثلا فرض کن ای با اسخر آقا نکن بیش از درون خوشحال میشیم، ولی وقتی شما میزنیم اوه شغل بود زد بکنم، ما همچین حسی پیدا میکنیم. همه نه، تمام این چیزایی که میگم بچه خودتون در نظر بگیم، من در مورد اکثریت صحبت میکنم. نه بگی نه من اسخر آقا میشناسم دوست داره دست هوایی بکنه تو کونش، خب اون یعنی یه چیز خاصه دیگه، اکثریت نیست. بله وایس بیت. دو تای دیگه میندازم. آقای دکتر کسی من نمیده، باید چیکار کنم؟ بزن. بعد کسی بهت نمیده، خب شاید یه جریانی هست که نمیده، یعنی یا به خودت نمیرسی یا بلد نیستی با جنس مخالف و یا حالا موافق ارتباط برقرار کنی، یه چیزی هست دیگه. یا اینکه نه، میخوای لقمه رو اینطوری جویده شده لوب بذارن دهنت، هیچ تلاشی براش نمیکن. به هر حال امیدوارم که سخت شد، به هر حال امیدوارم که هر چیز زودتر بهت بدن و از این نداشتنه در بیاری. تا قبل اینکه وایس بعد بذارم بچه بذار سه تا سیب زمینی دیگه بریزم اینجا، داره خستم میکنه. بابا لیز سیب زمینی ها شرنگا لیزه.
سلام دکتر، چطور؟ سلام سکینه خانم. امیدوارم حالت همیشه خوب باشه. و اینکه من 17 سالمه. بله. هر دفعه هم با خانواده‌ام صحبت میکنم که اجازه بدن برم کار کنم، نمیذارن. از نظر مالی هم مشکل ندارم. یعنی من فقط دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه. و آره، یعنی هر دفعه هم بهشون میگم که آره من میخوام برم خودم کار کنم، میگن که نه، اگه تو بری کار کنی فامیل میگه که چه مشکلی داشتن که دخترشون فرستادن بره کار کنه. اینطوری شد که هر کاری بخوایم انجام بدیم باید به فکر زبون فامیلم باشیم. من شاشیدم تو زبون فامیل. ببین یه کار کن، برو تهدیدشون کن، بهشون بگو که اگه نذاری من کار کنم میرم یا استریپر میشم یا دختر فراری، بهت قول میدم سه سوته میذارن سر کار. بعدم خب ترس چیه فامیلی دارم؟ مثلا میگن دخترشون چی شده؟ هرزه شده؟ تو جامعه داره با مردان هرز میپره؟ خب بپره، مشکلش چیه؟ منظورم اینه که یه کاری کن باش کنار بیان. یه نشود تهدید کن خانواده، بو سیگاری میشم، میرم تو جوب میافتم گوشه خیابون. اینطوری حس میکنم که از خر شیطون میام پایین. و اگه نیومدنم چه عیبی داره دیگه؟ دست تو جیب خانواده، تا اونجایی که بتونی میخوری یا میخوابی چه کاری نمیکنی. بعدم دیگه مدت میگذره شوهری پیدا میکنی، اون نون بهت میده، ولی خب تا آخر عمر جیره خوری. خاک تو سرت اگه نری سر کار. ببخشید بچه‌ها، من امروز بیش از حد انرژی دارم. چقدر سیب زمینی زدم؟ 11 تا سیب زمینی، 7 تا تخم مرغ، یه دونه سینه مرغ، 1 2 3 4 5، 6 تا هویج گوگلی مگولی. بله الان سیب زمینی تمام کنم میرم وایس. بعد تو رو خدا یکم صبر کنی، من گشنمه دارم میمیرم. بچه سیب زمینی هامون، یا به قول بعضی ها سیب زمینی هامون، له و لورده شد اینطوری که مشاهده میکنین. بله سیب زمینی بدون هیچ کیش مزه‌ای نمیده، از نشاسته خالص میده. خفه کردی سیب زمینی چیه؟ خب نشاسته خالص خفه خون. من خود کنم بریزم تو این ها؟ خود میکنم بریزم تو این. بریم وایسه بعد. سلام دکتر جان. سلام کاظم جان. خیلی طولش نمیدم، مستقیم سر اصل مطلب. مرسی. از یه دختری خوشم میاد. خب بله دختر صمیمیه، ولی یه بار بهش درخواست دادم، گفت انگار گفت نمیخواد، ولی رفتارش جوری که انگار میخواد قبول هم کنه، ولی از طرف یه جوری که انگار نمیخواد. الان به نظرت من چیکار کنم؟ من میشم جواب بده. خواهش میکنم. یکی این که ما بله زرده تخم مرغ هم میریزیم تو سالاد دلبی، همه چی میریزیم توش. بعد دو این که ببین تو آب نمک گذاشتت، هی میخواد نمیخواد میخواد نمیخواد میخواد از دستت نده. یه وقت بعدن ای کیس بهتری پیدا نشد باهات برگرده. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه دفعه رابطت باش قطع کنی. اگه بگه چرا سرد شدی آقا کاظم، دیگه مسیج نمیدی، باید بهش بگی که من خسته شدم، نمیتونم غلاف تو باشم. اگه میخواستی اما اول میومدی، تو منو آلت تناسلی خودت کردی، من نمیتونم. میدونم سخته، شادم این کارو نکنی، چون که وقتی یکی دوست داری سخته یه دفعه رابطت باش قطع کنی. تنها شانسی که داری این دختر با درگره همینه که یا این دختر برگرده، یا اینکه دیگه کلا تموم شه بره پی کارش، که در دو حالت هم خوبه دیگه، یا برمیگره یا تموم میشه، تو رام از آب نمکی در میاره. بله پس بهترین راه حل اینه که همین امروز به زنگ بزنی بگی آ یا نه، من خسته شدم، تو هی من علاف خودت کردی. بعد دیگه نمیدونم زمان میخوام بشه، مثلا 24 ساعت زمان داری. نه دروغ گفتم، بشه یه هفته وقت داری. بعد یه هفته دیگه مسیج ندم، مسیج یه تموم شده است. بعد دیگه تا اون موقع معلوم میشه که میخوادت یا همون چیزی که بهت گفتم، نگرد شو تو آب نمک ببینه چی میشه. عزیز سلام. سلام علیکم. داشتن هدف و بیکاری یکی از مشکلاتیه که این روزا واقعا رو مخ منه و هیچ کاری از دستم بر نمیاد و هر چقدر فکر میکنم به هیچ جا نمیرسم. خب تا الان هر چی فکر کردی به هیچ جا نرسیدی، از این به بعد اصلا فکر نکن، شاید به هیچ جایی برسی. خیلی خواهش میکنم، خوش اومدین. یا علی سلام، چطوری جیگرم؟ سلام، بد نیستم، قربونت برم. اولا اینکه کار طرف نره، قربونت برم، مرسی. همیشه با قدرت ادامه بده. چشم، همیشه هم حمایتت کردم. بابا برو سر اصل مطلب. راجع به اینکه گفتی مشکلاتتون رو داخل وایس بگید و از اینجور صحبت ها، بابا چرا نمیگی؟ جون به لب شدم. من حدودم 23 سال این تو رو دارم. بله. و اینکه دارم از تنهایی مفرد به فکر میرم. میدونی چی میگم؟ یعنی از لحاظ اینکه رفیق و جی اف و اینجور صحبت ها صفرم، قشنگ دورم خالیه خالیه و ارتباط برقرار کردم با یه سری آدم جدید واسم یه مقدار سخته.
چه پیشنهادی داری واسم که چیکار باید بکنم؟ به این پیشنهادم اینه که سعی کنی یکم سوشال تر باشی دیگه. به یکی دیگه هم این چند تا وایس قبل گفتم مشکل خیلی هست که تنها بودن و کسی رو نداشتن و خب مشکل خیلی از آدم هست، ولی خب تو میتونی باش کنار بیای وقتی میبینی کسی دور و برت نیست، یا اخلاق انی داری یا سوشال نیستی. اگه اخلاق انی داری و اخلاق انتو درست کن تا آدما بیان دورت. اگه نه سوشال نیستی سعی کن یکم سوشال تر باشی. منظور از سوشال چیه؟ یعنی اینکه به جای اینکه بیشتر تو خونه باشی تو گوشی، سعی کن بیشتر بیرون باشی. تو آسانسور میری طبقه 4 میزنی که میاد تو آسانسور، خفه خون نگیر، یه سلام کن، روزتون بخیر، نمیدونم تو کوچه میری یکی نگاهت میکنه سلام کن، سوپرمارکت میری خریده کردی ممنونم، اوضاع احوال چطوره کریم آقا، خورد خوراک خانم بچه ها، چه میدونم، بیایی 4 نفر صحبت کن، باعث میشه که سوشال تر بشی و راحتر با مردم ارتباط برقرار کنی. من این چیزایی که خودم دارم به تو میگم، خودم باش کلنجار میرم، یعنی من خیلی بهتر از قبلم شدم. قبلا که خیلی سوشال بودم، یعنی با همه صحبت میکردم، بعد یه مدت خیلی رفتم تو خودم، الان دوباره به قبل برگشتم و خیلی دارم فک میزنم. بعد چه میدونم، سعی کن دو تا دوست که داری با دو تا دوستات بری 4 تا دوست دیگه شو ببینی، 4 نفر آشنا شی، اینا باعث میشه که حالا خب دوره شلوغ‌تر بشه. دوست دختر و اینا هم به موقعش پیدا میکنه دیگه. حالا نمیدونم تو ایران مثل که اکثریت از تو اینستاگرام مخ میزنن، سایتای دوستیابی حالا تو خیابون کمتره، یا نه اشتباه میکنن. اگه تو خیابون میتونی با یکی صحبت کنی صحبت کن، اگه نه حالت نمیشه، حالت بده، اذیتی، اینستاگرام، دوست سایتای دوستیابی، دوست دوستت، مثلا دوست کاظم که سکینه دوست دختر مریم میشه، با اون میتونی آشنا شی. اینا خب خیلی کمک میکنه. بعد همین دیگه، ریدم تو این تخم مرغ چقدر بد خوردش کردم. رنده خیلی حالش بیشتر، رنده میکنی عشق میکنی همه چیزا. بله امیدوارم که حالتون رو خوب کرده باشم. وایس بعد تخمامونو بذاری. سلام، خواستم بپرسم چرا ما رو کسایی کراش میذاریم که محل سگم بهمون نمیذارن؟ هر چقدر بیشتر محل سگ بهمون نذارن ما بیشتر جذبشون میشیم. اگه میشه این جواب بله. سوالمو جواب چشم. شما وایس تموم کنید. ما مثل بچه‌ها میمونیم، یعنی مثل بچه‌ها نمونیم، ما بچه‌ای هستیم که بزرگ شدیم دور خودمون دیوارهای بزرگتری کشیدیم، یعنی همون بچه‌ایم که 14 سالش بود، فقط الان خیلی بیشتر گارد میگیریم. پس چی ما بچه‌ایم؟ بچه‌ها چه جوریان؟ اینو اسباب بازی فرض کن. وای خدا، تا موقعی که اینو داری اسباب بازی نمیلیسی، تا موقعی که اینو داری قدرشو نمیدونی، وقتی ازت میگیرنش هی دلت میخوادش. ما هم همینطوریم، وقتی یه چیزی رو خیلی راحت به دست بیاریم قدرشو نمیدونیم، یا با یه کسی هستیم چیزایی که نمیتونیم به دست بیاریم و بیشتر میخوان. چرا کراش میذاریم رو کسایی که نمیتونیم به دستشون بیاریم؟ همین دیگه، ما مثل بچه‌هاییم و چیزایی که نمیتونیم به دست بیاریم رو بیشتر میخوایم. غالبا هر چقدرم بیشتر مال نذاره، هر چقدرم بیشتر نتونی به دستش بیاری بیشتر میخوایش. پس نتیجه اینه که تو هم مال سگ نذار، یعنی که اونقدر خودت نریز بیرون، اونقدرم نریز تو. منظورم میتونم برسونم، یعنی که اونقدر بهش نچسب، اونقدرم ولش نکن، بعد شاید جذبت چه و برگرده و بخواده. حالا به هر حال امیدوارم هر کی کراشت هر چه زودتر بهش برسی. وایس بعد. درود به روی ماهت های دکتر. درود برود قربونت برم. بله شدت حالم از پدر مادرم به هم میخوره و هیچ کدوم از پیش زمینه های لازم برای گم کردن گورم از این خونه کذایی رو ندارم. میگی چه غلطی کنم؟ رکلک رک. بسوز و بساز، خفه خون بگیر و زندگی تو بکن. منظورم از خفه خون بگیر این نیست که هرچی زدن تو سرت لال بمون، ولی خب پول اون خونه رو دارن اونا میدن، خورد و خوراکی تو دارن اونا میدن، آب و برق رو دارن اونا میدن، و تو حالا حالا نمیتونی از این خونه خلاص شی. تا موقعی که بری سر کار پول در بیاری دستشون خلاص شی و دیگه حالا باشون ارتباط نداشته باشی، یا اصلا برات مهم نباشه که هستن یا نیستن. ولی الان که تو اون خونه کاری از دستت بر نمیاد، میخوای هرچی زودتر از دستشون خلاص شی و راحت شی، برو سر کار که خرجی خودت رو خودت بیاری، زندگی خودت رو خودت بکنی و نتونن بهت بگن چیکار بکن چیکار نکن و رو اعصابت بشن و حالت ازشون به هم بخوره. سریعتر جدا میشه از اون خونه میری. حالا میگه که اوضاع ایران خوب نیست، نمیشه، سخته، خب یه شروع یه استارتی بزن دیگه، اون شروع رو داشته باش. شروع رو داشته باشی بعدش خیلی راحت تر میتونی تصمیم بگی. و من درد نذاریم. خیلی راحت تر میتونی که بری سر خونه زندگیت و شاید مستقل تر بشی و شرشون خلاص شی. بزن پنجره رو ببندم. یری جیغ میزنه انگار معده کودک پایین. زتیر کمون. خدایا من هیچ وقت بچه نمیخوام، هیچ وقت. ببخشید الان وایس بعد پلی میکنم. خب خانم هایی تو خونه تخم مرغاتون خیلی ریز، تو رو قرآن ای خونه رنده دارین خورد نکنین، رنده کنین، رنده سسکیتره. بله سلام کالک. سلام کالک. ببین مشکل من اینه که یک ماه با یارو تو رابطم و اولاش خیلی حولم بود، ولی الان خیلی رفیق بازه و حس میکنم بهم خیانت میکنه و اصلا بهم اهمیت نمیده. دلش زدم خودم به آب و آتیش میزنم که بهم اهمیت بده ولی نمیده. چیکار کنم؟ شما پسرا چیکار کنیم اهمیت میدین؟
آدم باید بمیریم؟ نه محل سگ به ما نذارید I love you too محل سگ به ما نذاریم ما بیشتر اهمیت میدیم. الان اولش براش تازگی داشتی، خیلی دورت بوده، سمیه بستنی بخرم بریم بیرون دور دور، الان دیگه براش عادی شدی. برای اینکه این عادی بودن ازش بکشی تلاش کن که کمتر محل سگ بهش بذاری. مثلا یه مسیج داد 2 ساعت بعد جواب بده، چرا جواب ندی؟ مشغول بودم. تو برو با دوستات بگرد. یه پا خانومم برای خودم. خلاصه برو تو مخش. نره تو مخش. عاقلانه‌ش اینه که باهاش صحبت کنی، چرا اینطوری می‌کنی؟ بعد ادی داره بچه بازی در میاره، واقعا ترجیح میده وقتشو دوستاش بگذرونه، تو هم خودتو بکش عقب‌تر دیگه. یه کوچولو بکش عقب‌تر باعث میشه که اون بفهمه بابا چه چیزی از دست داده، یا باعث میشه که بفهمه شما اصلا برای هم ساخته نشین، یا اصلا خودت میفهمی که شما برای هم ساخته نشین و سریعتر کات می‌کنی. بله خیلی عالی. اینا هم بریزم بریم وایس بعد. بریم تو رو خدا نریزی رو زمین. اوکراینی هم بچه ها سالاد اولویه رو خورد میکنن، مثل ما تقریبا له له نمیکنن، همه چیزاش خورد شده است. یعنی هر تو نمیم تو ایران هم شاید اکثریت خورد کنن، ما که هیچ وقت نمیکردیم، همه چی رنده میکردیم. جاش اشتباه شد، شما بی بالا، شما بی اینجا وایسا. بعد چی آقا من یه مشکل داریم که خیلی بزرگه عزیزم. هم مشکلیم، منم همیشه بارای اول خیلی یه دفعه نمیشه همیشه شروع بشه سر این بزرگیه. اب نداره دیگه، حس میکنم مثل که شما هم جنوبی هستی. ویلکام تو ده کلاب برازه، های فای. بکن تو آبنار، شاید سایزش کوچیکتر بشه. وایسا بعد ریدم توی سوالاتو. سلام مهدی. سلام قربونت برم. اصلا بگم که من LGBT هم. منم ABCD هم. منظورت چیه؟ شوخی بکنم. 19 سالمه، با یه دختر تو رابطه بودم تقریبا 2 ماه و توی 2 ماه خیلی وابسته شدم. خب و کات کردم باهاش، کات کردم چون فکر کردم دوستم نداره و دارم خودم و علیکی معطل میکنم. خواستم قبل وابستگی همه چیز تموم شه، ولی وقتی کات کردم علاقم بیشتر شد و اون دیگه نمیخواد برگرده و الان فقط مثل دوتا دوست با هم حرف میزنیم. حرف زدنش هم اینجوریه که با دست پس میزنم با پا پیش میکشه، ولی نمیخوادم برگرده. باید چی کار کنم الان؟ ببین اون کارمای اون کاریه که باش کردی، بهش حس داشتی ولی فکر نمیکردی که بهت حس داره، بر اساس اون چیزی که ذهنت برات درست کرد باش کات کردی. شاید اون طرف دوستت داشته، نمیدونم. ولی الان باید چیکار کنی؟ الان تنها راهی که داری اینه که ارتباطو باش قطع کنی، یعنی صفر، تا شاید دلش تنگ شه بخواد باهات برگرد. هر گونه مسیجی تو رو خدا برگرد نمیدونم فلان نقطه ضعف نشون دادن فقط بدتر میکنه که اون برنگرد، یعنی شانس برگشتنشو خیلی کمتر میکنه برای تو. تنها راهی که داری اینه که بشی دوست داری با من برگردی، میخوای با من برگردیم و اون میگه که مثلا نه دیگه سی نرم، تا میشی باشه خدافظ. همین، شاید 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه دلش تنگ شه بیاد سمتت، شاید هم هیچ وقت نیاد سمتت. ولی تنها شانسی که تو برگشتن داری اینه که غیب شه مدت. بچا وقتی به یکی بگی تو منو نمیخوای، تو رو خدا منو بخواد، برعکس عمل میکنه، طرف بیشتر نمیخوادت، دلشو میزنی. ولی اگه میخوای بخوادت ولش کن، شاید بعد از 5-6-7-8 ماه دلش برات تنگ شه، بگی که مثلا من دوستش داشتم، حس واقعی بهش اینه و پیشت برگرده. تنها راهت همینه. قربونت برم. امیدوارم شوخی هم که در باره ABCD کرده باشم ناراحتت نکرده باشه. کردم اصلا برام مهم نیست. نیکس. سلام به روی ماهت به چشم سیاهت. قربونت برم. سوال من اینه که چجوری یه نفر فراموش کنیم؟ یکی که 2 سال بوده رو چقدر طول میکشه که فراموش کرد؟ یکی 2 سال مونده رو چقدر میشه فراموش کرد؟ ببین چجوری میتونی فراموش کنی؟ هیچی دست تو نیست. فقط باید این باشه که سر خودتو شلوغ کنی. آز به جون مادرم، سر خودتو شلوغ کنی که زمان سریعتر بگذره و تنها راهی که میتونی فراموشش کنی اینه که زمان میخوای. زمان حلاله تمام مشکلاته. بعد از یه مدت طوری فراموشش میکنی که اصلا باورت نمیشه که تو چجوری به این طرف حس داشتی. و این که من نمیدونم، این یه جایی خوندم و برای منم جواب داد. میگن که برای اینکه بتونی یکی رو فراموش کنی، نصف مدتی که باش تو رابطه بودی یا نیاز داری که باش در ارتباط نباشی. یعنی اگه باش 2 سال تو رابطه بودی، 1 سال نباید هیچ رابطه‌ای باش داشته باشی و بعد از 1 سال کلا فراموشش میکنی. فراموشش میکنی یعنی دیگه دردی نداره، وقتی بهش فکر میکنی اون اذیتی رو دیگه نداری. میگم صحت این قضیه رو اصلا نمیدونم، ولی برای من جواب بود. با یکی 2 سال تو رابطه بودم، بعد از 1 سال کلا تونستم فراموشش کنم و دیگه برام دردی نداشت. بله حویدزامونم تموم شد.
تو که هویج نمیخوردی، الان هویج میخوره. ای بلبل هویج میخوره. خب ویسه نیکست. درود کلک. درود. بابا من کنکور رو ریدم، میخوام دوباره بشینم بخونم، یه چیزی بگو ناموسان روحیه بگیرم الان بگیرم دوباره ادامه دادن. خدا وکیلی تو چطوری تونستی پزشکی قبول شی؟ اوکی الان جفتش رو به جواب میدم. یکی اینکه کنکور رو ریدی الان میخوای دوباره بخونی، فقط داری عمرتو هدر میدی. تو اگه میخواستی بار اول یه چیز خوب بگیرم بار اول میگرفتی، من نمیدونم بار اول اگه میخواستی درس بخونی میخوندی، الان نمیدونم تاثیر بار دوم خوندنت چیه. پس وقت تو هدر نده و از همین الان تصمیم بگیر میخوای چیکار کنی، بری دانشگاه درس بخونم. این نظر منه. شاید هم بار دوم خیلی اصلا آدم متحول بشی به درس بخونی، ولی خب بار اولش نخوندی چجوری بار دومش خوندی؟ و دو اینکه برای پزشکی من بچه‌ها من اصلا آدمه بیت که بد مرغ بدم بری آز بیا سیب زمینی بود یه راست میخورد مرغ رو باید بو کنه مادمازل پرنسس آز بیا اینم خوب ده بیا دست هم من باید جلو بیارم خدافزی. بچه ها من اصلا هزاران هزار بار گفتم من اصلا آدم نردی نیستم، ولی وقتی موقع موقعش میشه که درس بخونم دیگه درسمو میخونم. یعنی که میدونم خب نخونم خودمو بدبخت کردم، خودمو چند سال میندازم عقب. و توصیه منم برای شما اینه که حالا یا درس نخون یا میخونید یا اون شب امتحانی اون آخریه مثلا که یه هفته دو هفته قبل بشین درسو بخون دیگه، نذار عمرو شب امتحان که خودتو بدبخت کنی، همین دیگه. و من یه امتحان ورودی برای پزشکی تو مجارستان دادم، اونجا قبول شدم و متاسفانه توف تو این زندگی. اون موقع دلار 900 تومان بود، یه دفعه دلار شد 3000 تومان. بعد اون موقع من کار نمیکردم، بابام کمکم میکرد. بابام گفتش که آقا مزیار سیکو بزن یا بیا ایران یا برو کشور ارزونتر، چون من دیگه نمیتونم ساپورتت کنم. اومدم اوکراین، این شد که اصلا اومدم اوکراین از مجارستان. و اوکراینم امتحان ورودی نداشت، یه امتحان زبان انگلیسی مصاحبه بود. مصاحبه کشی آد یه مصاحبه بود که ازت مثلا چه صحبت میکنم اینا انگلیسی بلدی یا نه. شانس منم اون موقع موام بلند بود، بعد گوشواره هم داشتم. مصاحبه گرم یه یارو بود، نمیدونم کدوم کشور بود ولی عرب بود. بهم گفتش که تو اومدی اینجا پزشکی بخونی، با این موها تو باید بری هنرستان چیز دانشکده هنر، چرا میخوای پزشکی بخونی؟ تیکه هم انداخت و ولی خب زبانم خوب بود، منم هیچی نگفتم. مستراب هیچی دیگه، قبول شدم و شروع کردم پزشکی خواندن. وایس آخرتون. سلام کوچیک. خب قربونت برم، لارجر باکس، لارجر باکس بخر استفاده کن. یادم بچه بودیم خیلی تبلیغاشو ماور نشون داد. یا اینکه نه چیز این دمبلای 1 کیلو 2 کیلویی هست تو باشگاه، از اونا با نخ ببند بهش، روزانه تو خونه راه میری شاید کش بده و بزرگتر شه و از این مخمصه نجات پیدا کنی. خدا لعنتت کنه. بچه ها این بود وایسا. تو من مرغا رو تموم کنم هرچه سریعتر. تنهایی بود، یه چند تا از وایس ها همش در باره تنهایی بود، همه دارن از این مینالن که تنان پسرا مخصوصا. ببین ما پسرا واقعا واقعا بدبخته. ببین اصلا حالا شاید سری دخترها هم بگن نه این چه حرفیه ما دخترها هم تنهاییم. ببین با این که شما هم میگین شما دخترها هم تنهایین، ولی 99 درصدتون تو این ساعتون برین همینطوری دایرکت از پسر دارین، هیچ وقت تنهایی تنها نیستین. ولی ما پسرات مثلا فرض کن تو سوپرمارکت سر کوچه کار میکنم، وقت نرم سرم تو کار خودم، سال تا سالم یه دایرکت از یه دختر نمیگیری، سال تا سالم ایش که آدم حسابت نمیکنه که زنده یا مرده. چرا؟ چون که پسری. ولی دختر بودن این خوبیاش هم داره، یه کوچولو پشت سرش همیشه که واقعا هیچ وقت تنها نیستی. شاید اون کسی که بخواد دایرکتت نیاد، ولی واقعا هیچ وقت تنها نیستی، اون حس تنهایی رو نمیکنی. ما پسرا از درون احساس تنهایی رو میکنیم. شاید این حرفو خیلی‌ها نزنن، ولی اگه هیچ کس خاصی برای خودت نباشی، آدم معروف و پولدار و خفنی نباشی، واقعا هیچ که آدم حسابت نمی‌کنه.
هیچ کس آدم ثابت نمیکنه. ولی حالا نه، به نسبت اگه دختر باشی یه کوچولو هم خوشگل باشی که خیلی چیزا تو زندگی برات راحت تره، اون احساس تنهایی رو خیلی کمتر میکنی. اگرم بگی تنهایی یعنی اون کس فوق العاده رو اسب سفید با شنل و اینا نیومده دنبالت، ولی بازم هیچ موقع عمق فاجعه رو مثل یه پسر حس نمیکنه. با اینکه نمیدونم پیشنهاد کنه، اون حسی که حس میکنم دارم و میتونم بهتون بگم اینه که خب بیشتر تلاش کنین سوشال باشین، حالا چه پسرین چه دخترین، مخصوصا برای پسرها بیشتر سعی کنین با این اون صحبت. آمبولانس، باز آمبولانس اومد. شاید سخت باشه، دوست نداشته باشی، ولی خیلی کمک بهت میکنه که شاید حالا 4 تا رفیق پیدا کنی، 2 تا دوست پیدا کنی، از اون تنهایی یکم بیشتر بیای بیرون. به هر حال اینم مرغامون. زنا زدم اینجا بچه ها. بس من دستامو شستم قبل اینکه بیام براتون ویدیو بگیرم. من این مریضی که دارم قبل هر بار که میخوام ویدیو بگیرم باید دست صورتمو بشورم، نمیدونم چرا عطرم باید بزنم، پس میکنم رو مود میارتم، میخوام خوشبو بیام به خونه هاتون. خب اینو ریختم بچه ها، همین دیگه کارای اصلیشو کردیم، مرغ و هویج و سیب زمینی و تخم مرغ. دوربینم داره خاموش میشه، شارژ نره، نمیتونم، ولی بعدشو براتون میگیرم، یه ویدیو از بعدش میگیرم که چی شد. خیارشور، نخود فرنگی، سس مایونز، همین قاطی میکنی میزنی برگ شیش، همین دیگه. اون قبل اینکه برم، وای بچه ها بین این وایس ها وقتی هم میگم وایس بفرستین، هیچ موقع تکسایی که میفرستین نمیخونم که براتون ویدیو بگیرم، وقتی میگم وایس یعنی وایس. ولی یه تکسی خوندم خیلی اذیتم کرد، دوست دارم یه کوچولو باهاش صحبت کنم. نوشته درود، امیدوارم حالت خوب باشه، من 23 سالمه با اکانت فیک اومدم، ببخشید پسرم. راست میگه اکانتش فیکه چون عکس دختر پیش اکانتش، گوشی اکانتش. راستش من نظر جنسی به آقایون حس دارم، ولی هیچ جوره نمیتونم با آقایون رابطه عاطفی داشته باشم. دوست دارم دوست دختر داشته باشم، ولی از نظر سکسی و مردها باشم، ولی نمیخوام اینطوری باشه. دوست دارم فول استریت بشم، از گی بودن بدم میاد. امیدوارم خوب منظورمو گفته باشم، مرسی. به این منظورتو خوب گفتی، ولی نمیفهمم. من این تکستو میخوام نشون شهابم بدم، یه رفیق همجنسگرا دارم، اون شاید بیشتر بفهمه تو رو، ولی من حس میکنم که خب تو همجنسگرا یا حالا بایسکشوال هستی، البته نگفته بودی از نظر جنسی استری به دختر یا نه، که شاید انقدر جامعه گی بودن و یا بایسکشوال بودن رو بد نشون داده، تو حس بدی نسبت به خود داری، حس میکنی که نباید اینطوری باشه. این چون خیلی جدیه، نمیخوام شوخی بکنم، جدی با یه روانکاو روانشناس صحبت کن، شاید دلیل علمی داشته باشه که من نمیدونم، ولی من حس میکنم که تو خب حالا استرید نیستی مطمئنن، یا گی یا بایسکشوالی، و این اذیتت میکنه که یکی بهت بگه وای تو گی، تو فلانی، تو بیساری، اینو به معنی بد میگیری، برای همین دوست داری فول استرید باشی. نمیدونم، همین دیگه بچه ها، عشق منید، عشوه‌گرید، گلپسری، تک دخترید. از پایان اینم براتون ویدیو میذارم، همین دیگه، بوس به کلتون، برید خوش باشین، آخر هفته عالی و لذت بخش داشته باشین. طب شما آخر هفتهتون نیست، فکر کنم اول هفتهتون میشه. مس که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین، اگرم نگاه نمی‌کردین یکی دیگه می‌کرد، من بدون شما چم باشم چم، تا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ایوا ابرمنده نه، اگرم رفت اصلا برام مهم نیست، دوست داشته باشی بود سشم نمی‌کنی، آخر هفته سال دولویه بزن عشق کن تا بازدم آخر زندگیت. دنبال آرزوات باش، تو خوشگلی هستی، یه دونه تو دنیا هست، بیشتر بخوام با پیس به دست سگ. باز نمیشه مادر سگ، باز نمیشه. بابا چاقو میکردم زیرش باز میشد، ترسم بشکنم. آها صدا شما اینو شنیدی؟ به همین راحتی باز شد. خیارشورام هم خورد کنم، اتوز خیارشور رو آخر بریزم، یکم نخت به به. تو مگه نخودم میخوری که میای؟ آقا مزیار چقدر نخود؟ هر چقدر که دوست داری دیگه، من انقدر میریزم، صبر کن. یه سری اصلا دوست ندارن نخود داخل سال لولویشون باشه، من خیلی دوست دارم. یک سوم قوطی نخود ریختم، بذار براتون فیلم بگیرم ببینین چقدر از اینجا. بچه ها ببینید اینقدره، بیا برو اینجا. خیارشورش هم 1 2 3 4 5 6. ببین یه دونه از وسط میزنم، یه دونه هم از این وسط، یعنی خیارشور رو به 4 قسمت تقسیم میکنم، بعد حالا میافتم به جونش له و لاردش میکنم. بچه از اون به این تبدیل شد،
خیلی هم عالی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای خودتون هم تو خونه درست کنین. سس ماینزش کمه.